سلام دوستان امیدوارم خوب باشید با یک ویدیوی جدید از خبرهای مربوط به کشور فرانسه در خدمت شما هستم همونطور که میدونید موج سوم شیوع کرونا ویروس در فرانسه دوباره شروع شده و گمان زنی ها از احتمال قرنطینه جدید دوباره مطرح شده هرچند که مقامات بهداشتی فرانسه اعلام کردند که تمام تلاششون رو برای جلوگیری از وقوع قرنطینه سوم به کار خواهند بست به شرطی که خب در واقع مردم هم رعایت مسائل بهداشتی و اصولی که گفته شده رو داشته باشن اگر میخواید درباره آخرین خبرهای مربوط به کرونا ویروس در فرانسه اطلاعات بیشتری داشته باشید در این ویدیو با من همراه باشید مقامات بهداشتی فرانسه میگویند که تزریق یک دوز از واکسن کرونا به آن دسته از افراد که سابقه ابتلا به بیماری همگیر کووید 19 رو دارند کافی است. فرانسه در صورت تایید نهایی این توصیه اولین کشوری است که پروتکل تزریق واکسن برای افرادی را که پیش از این به کووید 19 مبتلا شده اند تغییر می دهد، به گفته مقامات بهداشتی فرانسه سیستم ایمنی بدن بهبود یافتگان از کووید 19 در زمان ابتلا به ویروس کرونا به آن واکنش نشان داده است و به همین دلیل این ویروس دیگر برای سیستم بدن آنها بیگانه نیست بنا به اعلام مسئولان نهاد عالی سلامت در فرانسه تزریق یک دوز از واکسن کرونا به بهبود یافتگان مانند دومین تزریق به افراد دیگر عمل خواهد کرد و حکم تزریق برای یادآوری را خواهد داشت. دولت فرانسه باید در مورد اجرای توصیه نهاد عالی سلامت در این زمینه تصمیم گیری کند. این نهاد در توصیه نامه خود اعلام کرده است که تزریق واکسن به بهبود یافتگان از بیماری کووید 19 باید سه ماه و ترجیحاً شش ماه پس از ابتلا صورت گیرد. نتیجه چند تحقیق در چند روز گذشته در امریکا و ایتالیا در مورد تزریق تنها یک دوز از واکسن کرونا به بهبودیافتگان یافتگان از بیماری کووید 19 منتشر شده بود. با این حال تا کنون هیچ کشوری به طور رسمی این سیاست را به اجرا نگذاشته است تزریق تنها یک دوز از واکسن کرونا به بهبود یافتگان با توجه به کمبود واکسن در بسیاری از کشورها میتواند یکی از راه های در جریان کارزار واکسیناسیون باشد هر سه واکسنی که تاکنون در اتحادیه اروپا برای استفاده از آنها مجوز صادر شده نیاز به دو بار تزریق دارند تاکنون مجوز استفاده از واکسن های فایزر، بیونتک، مدرنا و آسترازنکا در اتحادیه اروپا صادر شده است. خب در اینجا هم آخرین آمار مربوط به کرونا ویروس در فرانسه رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنم همونطور که مشاهده میکنید در فرانسه از زمان شیوع ویروس کرونا تا کنون بیش از 3 میلیون و نفر در این کشور مبتلا شدند که بیش از 81600 نفر متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن این در حالیه که در جهان تا کنون 109 میلیون مبتلا داشتیم که بیش از 60 میلیون نفرشون بهبود پیدا کردند و بیش از 2 میلیون و 400 هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن اینجا هم نمودار در واقع رشد شیوع کرونا در فرانسه رو میبینید همونطور که میبینید در 8 نوامبر پیک کرونا بود که باعث شروع قرنطینه دوم بود از روز چهارم ژانویه در واقع مجددا یک جهش رو ما شاید هستیم که این باعث نگرانی مقامات شده و مقامات گفتن که امکان در واقع قرنطینه سوم در این کشور وجود داره امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه اگر این ویدیو رو دوست داشتید خیلی ممنون میشیم اون رو لایک کنید اگر هم هنوز عضو کانال یوتیوب اومید تیوی نشدید میتونید بازدن برای یه دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید تا یک ویدیو دیگه خدا نگهدار